فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بینندگان عزیز و ارجمند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه قبل که خدمت شما عزیزان و بزرگواران بودم مسائلی را درباره پوشش صحیح و مناسب در حالت نماز بیان کردم. واقعا دین مبین اسلام یک دین کاملی هست که خداوند متعال در حجۃ الوداع آخرین سالی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم زنده بودند و به حج مشرف شدند، در آنجا خداوند متعال اعلام کرد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من دین شما را کامل کردم و نعمتم را کامل و تمام به شما عنایت کردم و دین اسلام را به عنوان دین برگزیده برای شما انتخاب کردم. تعالیم رسول الله صلی الله علیه و سلم یک تعالیم بسیار کامل و پویایی هست و در تمامی زمینه‌های زندگی و در تمامی مجال‌ها خدا و رسول برای ما احکامی دارند، توصیه‌هایی دارند که انجام دادن این احکام و به جای آوردن توصیه های خدا و رسول در زمینه های متفاوت زندگی ضامن سعادت ما و ضامن پیروزی و کامیابی ما در دنیا و آخرت هست، خصوصا در بخش عبادی و کارهایی که به عنوان عبادت معرفی شده که ما مسلمانان با انجام اون کارها به خداوند متعال تقرب می جوییم و امید ثواب داریم. ما در بخش عبادت قطعاً و 100% در تمامی مسائل و در تمامی امور ریز و درشت همه 100% باید متبع رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم. خواندن نماز با کیفیتی که دل ما می خواهد و با اون حالتی که ما در دوران کودکی آموخته ایم و عادت کردیم بر اون برای ما سودی ندارد، بلکه ما باید آنگونه که رسول خدا نماز خوانده اند ما باید نماز بخوانیم. بسیاری از ما خصوصا طلاب علم در مدارس دینی کیفیت نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم را کاملا و دقیقا یاد گرفتند، اما متاسفانه بسیاری آن چرا که یاد گرفتند کنار گذاشتند و بر اساس همان عادت کودکانه خودشان و دوران دبستان خودشان بر همان عادت نماز می‌خوانند. ما باید مطابق با آموخته‌های خودمان، مطابق با آموزه‌های دینی خودمان نماز بخوانیم. و این نماز یک سری احکامی دارد که قبل از نماز هست، بعضی از احکام در داخل نماز هستند، برخی از احکام بیرون از نماز و بعد از نماز هستند که تمام این احکام را ما باید دقیقاً مراعات بکنیم، انجام بدهیم تا انشاءالله این نماز ما نماز کاملی باشد. در ادامه بحث گذشته‌مون که درباره
پوشش مناسب در هنگام نماز بود و اشکالاتی را که لباس برخی از نمازگزاران داشت بیان کردیم. در این جلسه نیز انشاءالله به توفیق خداوند متعال برخی دیگر از این اشکالات را بیان خواهیم کرد و مستند از گفتار و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، و امیدواریم که انشاءالله ما بتوانیم بر این احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل بکنیم و این اشکالاتی که وجود دارد اگر واقعا ما مبتلا به آن هستیم این اشکالات را انشاءالله برطرف بکنیم. یکی از اشکالاتی که نماز برخی از نمازگزاران دارد این هست که در هنگام نماز لباس خودشان را جمع می کنند. جمع کردن نماز به گونه ای که مثلا آستین خودشان را بالا می زنند تا بازوان خودشان، یا شلوار خودشان را خیلی بالا می زنند، این نمونه دیگر هست. یا این که بسیاری از نمازگزاران هنگامی که میخواهند به سجده بروند لباس خودشان را جمع میکنند، خصوصا کسانی که مثلا لباس بلوچی تنشان هست یا لباس عربی پوشیدند یا لباسی که گشاده و وسیع هست، این لباس را دارند، عبایی را بر تن دارند، وقتی که میخواهند به سجده بروند لباسهای خودشان را جمع میکنند، نگه میدارند و بعد از این به سجده میروند. این در واقع یکی از مخالفت هایی هست که ما در واقع با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام دادیم. ما در حالت نماز باید لباسمان همون حالتی باشد که در حالات دیگر هست، همون حالتی که قرار هست ما به مهمانی برویم، چگونه خودمان را آراسته می کنیم، لباسمان کامل هست، نه بالا زده هست و نه با لباس نامناسبی می رویم، در هنگام نماز هم ما باید اون حالت را برای خودمان حفظ بکنیم. در حدیثی هست از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، عموزاده رسول الله صلی الله علیه وسلم، که نقل می کنند از رسول الله صلی الله علیه وسلم که جناب پیامبر بزرگوار ما حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: امرت ان اسجد على سبعه ولا اكف شعرا ولا ثوبا. می فرماید که به من دستور داده شده که بر هفت عضو من سجده بکنم. به من دستور داده شده که بر هفت عضو من سجده بکنم، ولا اكف شعرا ولا ثوبا، و نه موی خودم را نگه دارم و نه لباسم را. ولا اکف شعرا ولا ثوبا، نه مو را نگه دارم و نه لباسم را نگه دارم. یعنی این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث می فرمایند به من دستور داده شده. و چه کسی رسول خدا صلی الله علیه و سلم را دستور داده؟ آیا ذاتی دیگر غیر از ذات خداوند متعال هست؟ قطعا نه. پس بنابراین این دستور یک دستور الهی هست، یک دستوری هست که از جانب خداوند متعال بر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابلاغ شده و دستور داده شده که این گونه باید نماز بخواند. می فرماید به من دستور داده شده که بر هفت عضو نماز بخوانم. این هفت عضو عبادت هستن از دو تا دست، دو کف دست و دو تا زانوی انسان وقتی که سجده می کند، و دو تا قدم و پای انسان که در هنگام سجده حتما باید اینها به زمین بچسبد، و عضو هفتم پیشانی و چهره انسان هست که این در واقع یکی از دستورات اکیدی هست که از جانب خداوند متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده شده، و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم در احادیث مختلف و متفاوتی ما را به این مورد امر کردند که این مسائل را انشاءالله درباره کیفیت نماز، تفاوت‌ها و اشتباهاتی که ما در کیفیت نماز مرتکب می‌شویم، به این مسائل انشاءالله خواهیم پرداخت. بحث ما امروز درباره پوشش و لباسی هست که ما در نماز می پوشیم، و این بحث ما در واقع در قسمت دوم این حدیث هست که رسول خدا صلی الله علیه وسلم می فرماید که به من دستور داده شده که ولا اکف شعرا ولا ثوبا، به من دستور داده شده که موی خودم را جمع نکنم و همچنین لباسم را. یعنی این که اگر انسانی لباسی بسیار
گشاده و فراوانی را پوشیده و اینکه موی سرش دراز هست. بسیاری از جوانان را ما مشاهده کردیم وقتی که به سجده می روند موی سر خودشان را نگه می دارند و بعد از این به سجده می روند. این خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و در واقع خلاف اون دستوری هست که خداوند متعال به رسول الله صلی الله علیه وسلم داده. یا اینکه لباس خودشان را جمع می کنند. عرض کردم که جمع کردن لباس که در این حدیث از آن نهی شده و خداوند متعال در واقع رسول الله صلی الله علیه وسلم را نهی کرده و می دانیم که هر حکمی که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده باشد قطعا اون حکم برای امت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ثابت هست. یعنی ما مکلف هستیم به همون احکامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به اون احکام مکلف بود و اون احکام را انجام داد، مگر این که ثابت بشود که این حکم یک حکم خصوصی و استثنایی هست برای رسول الله صلی الله علیه وسلم. عرض کردم که جمع کردن لباس چندین صورت دارد. یکی این که ما لباس را بپیچیم و بالا بیاریم آستین خودمان را مثلا تا بازو، این یکی از صورت‌های نگه داشتن و جمع کردن لباس است. و صورت دیگر این که وقتی که به سجده می‌رویم لباس‌های ما را با دو دست می‌گیریم جمع می‌کنیم و بالا نگه می‌داریم و بعد از این به سجده می‌رویم. این هم در واقع یکی از کارهای خلافی هست که بسیاری از ما مسلمانان در هنگام نماز مرتکب می‌شویم که به احتمال زیاد بسیاری از کسانی که این کار را انجام می‌دهند در واقع با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم آشنایی ندارند و این حدیث به آنها نرسیده. و قطعا ما جوانان را الحمدلله مشاهده کردیم و دیده ایم که اهل سنت و الجماعت تا جایی که می توانند به سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل می کنند و توصیه های رسول الله صلی الله علیه وسلم را آویزه گوش خودشون قرار دادند. پس بنابراین این یک دستور الهی هست که خداوند متعال به رسول الله داده و در ضمن و در درجه دوم باز هم دستوری هست به تمامی من و شما که هنگام نماز حتما بر هفت عضو سجده بکنیم. یعنی در طول هنگام سجده تمام اعضای هفتگانه خودمان را دو پا و دو زانو و دو دست و پیشانی و صورت ما بر روی زمین باشد و همچنین موی سر خودمان را و لباس خودمان را هنگام رفتن به سجده جمع نکنیم. حضرت امام نووی رحمت الله علیه که یکی از ائمه بزرگوار هم محدثین و هم فقها و یکی از بزرگواران و ائمه مذهب امام شافعی هست میگوید که اتفق العلماء على النهی عن الصلاة و ثوبه مشمر او کمه او نحوه. میگوید تمام علما اتفاق نظر دارند، اجماع دارند، همهشون حرفشون یکی هست در این زمینه که نماز خواندن با لباسی که انسان اون را تشمیر کرده، یعنی بالا زده یا آستین خودش را بالا زده یا قسمت‌های دیگر لباس خودش را بالا زده و پیچیده، این نماز چون این شخصی مکروه است. و تمام ائمه حدیث ما وقتی این حدیث را هم آوردند این حدیث را در یک بخشی به نام این آوردند که باب و زجری عن کف ثیاب فی الصلات، باب و بخش احادیثی که در این مورد آمده و نهی کرده از جمع کردن نماز در هنگام نماز و در هنگام سجده. این یکی از اشکالاتی هست که متاسفانه بسیاری از ما مرتکب آن می شویم. یکی دیگر از اشکالاتی که وجود داره در نماز و در پوشش ما در هنگام نماز این است که بعضی در هنگامی که وقتی که نماز می خوانند خصوصا در منزل وقتی که نماز می خوانند بیگونه نماز می خوانند و با پوششی نماز می خوانند که شانه هایشان برهنه و بیرون هست، با زیر پیرانی هایی که مثلا معروف هست به زیر پیرانی های رکابی و تسمه‌ای که فقط یعنی کامل شانه های انسان را نپوشانده، با این مثلا زیر پیرانی ها و با این لباس نماز میخوانند. این لباس لباس شایسته ای نیست. نه تنها این که لباس شایسته ای نیست، بلکه رسول الله صلی الله علیه وسلم از این نهی کرده ما را. و در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ما داریم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقه منه شیء. هیچ کسی از شما نباید نماز بخواند. با تاکید آوردند لا یصلین، مبادا نماز بخواند کسی از شما با یک تکه پارچه ای که از اون پارچه و از اون لباس هیچ چیزی بر روی شانه هایش نیست، یعنی این که شانه هایش در هنگام نماز برهنه هست. پس بنابراین ما نباید به این گونه نماز بخوانیم، زیرا که این یکی از
اشکالاتی هست که در نماز ما مثلا وجود دارد و مکروه هست در حالت نماز ما اگر با این لباس نماز بخوانیم. و این حدیث حدیث صحیح هست، هم در صحیح بخاری وجود دارد و هم در صحیح مسلم. نهی کرده، منع کرده رسول الله صلی الله علیه وسلم که با لباسی که شانه های شما برهنه هست نماز نخوانید. حتی ولو این که لباسی که به اصطلاح با زیر پیراهنی باشد، آستین دار باشد که به اصطلاح شانه های انسان را بپوشاند، حتی با اون لباس هم نماز خواندن مناسب نیست. اما اگر شانه هایش برهنه باشند که نهی اکیدی آمده از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم. و درباره لباسی که مثلا ما با زیر پیراهنی نماز بخوانیم و یا با به تعبیر دیگر با لباس خواب نماز بخوانیم، این نماز هم برای ما مناسب نیست. در روایت هست که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه، فرزند خلیفه دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه، که بسیار معروف بود در اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، در تمام امور ریز و درشت همیشه سعی میکرد که مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل بکند. یک روزی غلامش را نافع را دید که با یک تکه لباس نماز میخواند، یعنی با یک ازاری که پایین تنش را پوشاند بود نماز میخوان. وقتی که دیت نماز میخوان گفت چرا با یک تکه لباس نماز میخوانی؟ الم اکسک ثوبین، آیا مگر من به تو دو تکه لباس نداده بودم، به تو پیراهن نداده بودم؟ گفتم بله، دو تا تکه لباس و دو پارچه من دارم. پس حضرت عبدالله ابن عمر گفت آیا حاضر هستی که با یک تکه لباس، یعنی اینکه تنها شلوار پوشیده باشی و پیراهنی را نداشته باشی، حاضر هستی که از منزل بیرون بروی و به بازار بروی؟ گفت که نه، من حاضر نیستم. و حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه گفت فالله حق ان یتجمل له، خداوند متعال شایسته تر هست که ما خود را برای خداوند متعال بیاریم. یعنی ولو این که علما میگن جایز هست نماز خواندن با لباس خواب یا زیر پیراهنی، اما مناسب نیست. ما باید برای خداوند متعال تجمل بکنیم، همون لباسی را که میخواهیم در جمع پوشیده بپوشیم، در مهمانی ها بپوشیم، بهتر هست که اون لباس را ما بپوشیم و به پیشگاه خداوند و در حضور خداوند متعال بیستیم و نماز بخوانیم، و این حالات بهتر و برتر عبادت هست. قطعا اون کسانی که با این گونه و با این وضعیت نماز میخوانند، خودشان میدانند و احساس میکنند که اون نمازی را که با لباس کامل میخوانند، با پوشش کامل و درستی هست وقتی که نماز میخوانند، ثواب اون نماز، لذت اون نماز، معنویت و روحانیت اون نماز، حضور قلب اون نماز بسیار بیشتر هست از اون هنگامی که در داخل منزل و با لباس خواب و با لباس زیر نماز میخوانند. پس بنابراین ما باید این موارد را حتما مراعات بکنیم. و یکی دیگر از اشکالاتی که نماز ما دارد و بسیاری از مردم متاسفانه توجه نمی کنند، خواندن نماز با لباسها و خصوصا با پیراهنهایی هست که بر روی اونها تصویر وجود دارد، که متاسفانه بسیاری از لباسهایی که در جامعه ما و در بازارهای ما عرضه می شود، لباسهایی هست که تصاویر تبلیغاتی بسیار زیادی از حیوانات و انسانها دارد، که پوشیدن این لباس در هنگام نماز واقعا ناجائز و حرام هست. نماز را باطل نمی کند، اما در واقع سبب می شود که حضور قلب انسان در نماز کاهش پیدا بکند. اگر شما در جماعت باشید، در صف جلوی ایستاده باشید، کسانی که پشت سر شما هستند قطعا این تصاویر را می بینند و جایز نیست. حتی در روایت ما داریم که ان الملائکه لا تدخل بیتا فيه کلب و تصاویر، فرشتگان رحمت خداوند متعال وارد خانه هایی که در اونها سگ هست یا تصویر هست وارد نمی شوند. پس چه برسد به خانه خداوند متعال، چه برسد در هنگام عبادت، این واقعا یک کاری هست ناشایسته و ناجایز هست که بسیاری از انسانهای مسلمان متاسفانه نادانسته مرتکب این گناه می شوند و هم حواس خودشان و هم حواس و حضور قلب دیگران را از بین می برند در هنگام نماز. در روایات هست که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می گوید که روزی رسول خدا صلی الله علیه وسلم نماز خوندن در یک چادری که وجود داشت، اون رو پوشیدن و رفتن نماز خوندن. این چادر تصویر داشت، نه اینکه تصویر زیروحی باشد، انسان یا حیوانی باشد، یک تصاویر دیگری و خطاهای دیگری داشت.
میگه رسول خدا صلی الله علیه وسلم وقتی که نمازش را به پایان رساند گفت اذهبوا بهذه الخمیسه الى ابي جهم بن حذيفه، این لباس را ببرید به فلان صحابی بدهید، به ابي جهم بدهید، و اتونی بن بجانیه فانها الحتنی آنفا في صلاتي، زیرا که این لباس مرا مشغول به خودش کرد در نماز. یعنی وقتی که من نماز می‌خواندم این تصاویر را و این اشکال را می‌دیدم، ذهن من منتقل شد به این اشکال و به این تصاویر. پس بنابراین حتی لباسی که تصاویر و منظره‌های دیگری را دارد، لباس‌هایی که متأسفانه بسیار شعارها و تبلیغات کالای بر روی اونها هست، لباس‌هایی که متأسفانه ما می‌بینیم در بعضی از جاها، در بعضی از موارد تبلیغات غیر اخلاقی با زبان‌های بیگانه بر اونها نوشته شده است، مسلمانان و جوانان این لباس‌ها را می‌پوشند و هم تبلیغات برای دیگران می‌کنند و هم این که نماز دیگران را، نمازگزاران دیگر را تحت شعاع خودشون قرار می‌دهند و نماز اونها را در واقع حضور قلبشان را از بین می‌برند. در روایت دیگر هست که روزی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها یک پرده ای رو نصب کرده بود در خانه خودشان و این پرده یک تصاویر رو داشت. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که این رو از اینجا بر بدار، دورش بکن، من وقتی که نماز میخوانم اینها، این اشکال و تصاویر در ذهن من تداعی میشود و ایجاد میشود. پس بنابراین ما در هنگام نماز هم اون سجاده ای رو که بر اون نماز میخوانیم و هم اون مکانی رو که ما در اون نماز میخونیم که در برنامه بعدی انشاءالله به این خواهم پرداخت، و هم اون لباس و پوششی رو که ما میپوشیم و با اون نماز میخوانیم، باید توجه بکنیم که مطابق با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد و از اون اموری که رسول خدا صلی الله علیه وسلم نهی کرده و از مواردی که مخالف با سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست و ثواب نماز ما را و تأثیر نماز ما را و اون روحانیت و حضور قلب ما را در نماز، اینها را تحت شعاع قرار میدهد و تحت تأثیر قرار میدهد، از این موارد ما باید پرهیز بکنیم و نماز ما انشاءالله نماز کاملی باشد. و یکی دیگر از صورتهایی که متاسفانه در جامعه ما دیده میشود که کشف عورت میشود در هنگام نماز، برخی از جوانان هست لباسها و خصوصا شلوار بسیار تنگی را پوشیدند که از یک جهت هم عورت انسان را نمایان می کند و از طرف دیگر هنگامی که به سجده می روند، هنگامی که به رکوع می روند، بخشی از کمر اونها نمایان هست، پیراهنشون بزرگ نیست و دراز نیست و شاید احیانا لباس زیری رو هم نپوشیدن و شلوارشون هم بسیار تنگ هست و بسیاری از لباس ها و شلوار ها حتی از کمرم پایین تر است و وقتی که سجده می کنند یا به رکوع می روند، بخشی از بدن آنها در هنگام نماز نمایان می شود و این حکم شرعی هست. هر کسی که در هنگام نماز بخشی از عورتش که پوشیدن کمر و پایین کمر تا زانو جز واجبات و جز شرایط نماز هست که باید حتما پوشیده بشود، اگر این قسمت بدن انسان در هنگام نماز نمایان بشود، نماز این انسان باطل هست، باید نمازش رو دوباره اعاده بکند. حکمی به این سنگینی هست و متاسفانه بسیاری از جوانان ما به این نقطه توجه ندارند. امیدوارم که ما به تعالیم و آموزه های رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشتر توجه بکنیم و خصوصا درباره پوشش نماز، پوشش ما یک پوشش کاملی باشد تا اینکه نماز ما انشاءالله نماز کاملی باشد و ثواب و تأثیر و اون معنویات های نماز را ما به صورت کامل انشاءالله به آن برسیم و در دنیا و آخرت سرفراز و سربلند باشیم. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود، تمامی شما را به خداوند متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.